آنانی که نجات تو را می جویند می گویند خداوند بزرگ است. سلام به روی ماه تک تک شما عزیزان و خوشحال هستم که امروز با شما هستم و واقعا لذت کامل و شادی کامل رو در این دارم که خداوند اجازه داده هدایایی مثل شما عزیزان در شبکه هفت داشته باشیم. وجود شماها باعث شادی، باعث لذت تک تک ما هستش. وقتی که نوبت این میشه که بیایم خونه های شما، خداوند یه شادی عظیمی در دل ما میذاره. در دل ما میذاره که بخوایم بگیم که دوستتون داریم و حاضریم به خاطر اینکه خداوند عیسی مسیح در خانه های شماها باشه هر کاری انجام بدیم، به خاطر اینکه دوست داریم آرامش خداوند در خانه های شما، تک تک شما عزیزان باشه. این آرامش به خاطر میدونی چیه؟ به خاطر اینکه هدیه خداونده که در این دنیا بتونیم زندگی بکنیم و زندگی رو داشته باشیم و با زندگی کردن نمونگی بودن ما در مسیح بتونیم به همکارهای کناری خودمون، همسایه هامون، دوستانمون، آشنایانمون کمک کنیم که بتونن به هدف بزنن. خوشحال هستم عزیزان که امروز با ما هستی. در کنار فریناز عزیزم هستم، همسر گل و سیامک عزیزم، همکار گلمون عزیزی. خیلی خوش اومدی فریناز جان. مرسی، خیلی مرسی ممنون که امروز با ما هستی. مرسی. و امروز یک خبر خوب برای بیننده ها دارم که خبر خوب اینه، عیسی مسیح زنده است و زندگی یه شخص دیگر رو عوض کرده در خودش. امروز من و فریناز جان اینجا هستیم که ببینیم این زندگی عوض شده ای که ما در موردش حرف میزنیم یعنی چی؟ عیسی مسیح آمد در خانه من نجات رو آورد یعنی چی؟ امروز فریناز عزیزم نمونه خوبی برای تک تک ما میتونه باشه که بتونیم بهش بگیم که فریناز جان چی شد؟ چه هدفی داشتی؟ چی کار کردی؟ معنی این که مسیح رو گرفتی نجات اومد یعنی چی؟ من مطمئن هستم این شهادت بسیار زیبا رو وقتی بشنویم میتونیم نمونه خوبی باشیم، خود ماهایی که در اون خونه ها نشستیم، برای دیگر عزیزانمون که نمونه زندگی کنیم و به هدف بزنیم. فریناز جان خوش آمدی واقعا. مرسی. دوست دارم که خودتو معرفی کنی برای عزیزانمون. میدونم که شاید خیلی ها بشناسنت ولی خب مطمئنن خیلی های دیگه هم نمیشناسن. خودتونو معرفی کنی. من فریناز هستم، همسر سیامک جان. 5 ماه پیش اومدیم امریکا، اومدم اینجا و اون شهادتی که خدا از طریق ازدواج ما ساخت خب خیلی بزرگ بود، خود ما هم ازش برکت گرفتیم و خیلی خوشحالم که الان اینجا هستم، چون جایی هستم که حتی بهش فکرم نمی‌کردم، حتی توی آرزوهام هم اینجا نداشتم، به خاطر اینکه بعض وقت آرزوهای ما آدم ها کوچیک‌تر از اون کاری که خدا میخواد تو زندگی ما بکنه و وقتی که همه چیز رو به دست خدا میدیم و بهش اعتماد میکنیم، حتی زمانی که همه چی به نظر غیر منطقی میاد، اون کاری تو زندگی ما میکنه که بالاتر از تمام رویاها و فکرهای ماست. و من این از درون برای من انجام شده و میدونم که این یک احساس درونیه که من دارم و همه انسانهای روی زمین این احساس رو دارن و هر کسی برای خودش هدف و رویاهایی داره و دوست داره که این هدفها و رویاهاش تو زندگی در مسیر اونها قرار بگیره و بهشون برسه. اگه بهشون نرسه احساس خلا بهش دست میده و از درون پوچ و افسرده میشه و این چیزی بود که خب من وقتی قبل از اینکه ایمان بیارم در درونم بود. من هیچ سوال بکنم جان. که با سوال بریم جلو که بیننده های ما بدونن که سوال چی هستش و استپ به استپ بریم جلو و ببینیم که اون چیزی که خدا تو زندگی تو انتخاب کرد از کجا شروع شد. میخوام بدونم ببرم یه ذره عقب‌تر که اون زمانی که مسیح رو نداشتی و در دنیای دیگه زندگی میکردی و میخوام بدونم در اون قسمت، در قبل از اینکه مسیحی باشی و مسیح رو بشناسی و در چارچوب فیض مسیح قرار بگیری، قبلش چی کار میکردی؟ آیا هدفی داشتی در اون زمان؟ و میدونم که تحصیلاتتو کردی، میدونم که دکتراتو گرفتی، میخوام ببرم تو اون زمان چرا، چه هدفی داری؟ به عنوان یک زن ایرانی، به عنوان یک زنی که در جامعه ایران زندگی میکردی و تحصیلات هم میکردی، میخواستم بدونم چه شرایط خاصی داشتی تو اون موقعیت. اوکی، خب پس من از 14 سالگیم شروع میکنم. خیلی کوتاه.
من خب همیشه خدا رو دوست داشتم و همیشه دوست داشتم که به خدا وصل بشم. دعای من نماز نمیخوندم، اما من توی اتاق تنهایی که داشتم همیشه زانو میزدم به فارسی به خدا میگفتم هیچ وقت منو از خودت دور نکن چون من بدون تو میمیرم. اما هیچ وقت قوانین خدا رو رعایت نمیکردم، چون برای من انجام دادن کارهای مذهبی یکم سخت، یعنی نه که سخت بود، من به خدا میگفتم که من میدونم که تو بدون اینها هم منو دوست داری و این از درون من نشأت میگرفت، چون خانواده من خانواده بودن که به خدا ایمان داشتن ولی مذهبی نبودن. خب من 14 سالگی به مثل یه دختر ایرانی، مثل همه دخترای ایرانی که الان تو ایران زندگی میکنم، به خاطر اون محدودیتایی که خانواده‌ام برام ایجاد میکردن، حتی با اینکه خانواده خوبی داشتم، اما همون محدودیت و قانونی هم که تو خونه بود منو آزار میداد. ساعت 8 به موقع خونه بودن، نمیدونم تنهایی بیرون نرفتن و خیلی آرایش نکردن یا خیلی چیزای دیگه برای من محدودیت بود و منو عذاب میداد. من از 14 سالگی آرزوی رویای خارج از کشور زندگی کردن رو داشتم و دوست داشتم از این بندهام آزاد بشم. به پدرم گفتم من توی ایران درس نخواهم خوند و منو باید بفرستی خارج از کشور. خب پدرم یه روز با من نشست صحبت کرد و قید منو زد و گفتش که من اگه میلیاردها پولم داشته باشم هیچ وقت تو رو به عنوان یه دختر تنها نمیفرستم. 18 سالم که شد شروع کردم برای کنکور خوندن، اما خیلی خوب جدی نبودم توی کنکورم، ولی فکر این که برم خارج از کشور از سرم بیرون کردم. برادر من خورد به سربازیش و باید برای سربازیش پدرم کاری میکرد و تصمیم گرفتن که اونو بفرستن خارج از کشور که به سربازی نخوره. اما من اون روز به پدرم گفتم تو یادت من گفتی تنها نمیفرستم دخترم رو، امروز دارم با برادرم داره میره و من رو با اون باید بفرستی. و خب اونجا یه بحثی در گرفت و پدرم رفت تو اتاق و با گریه از اتاق اومد بیرون، گفتش که باشه منم تو رو میفرستم. اما رویای من اون روز انگار به تحقق انجامید، انگار که به چیزایی که میخواستم رسیدم. رفتم اون کشوری که باید مقصدمون بود با برادرم و یکی دو ماه اول خیلی عالی بود، اما من سر 4 ماه به التماس افتادم توی تلفن و با مامانم صحبت میکردم، گفتم میخوام برگردم و هیچ چیزی توی اون کشور جدید منو اشباع نکرد. هیچ چیزی، آزادیهاش، تنهایی، هر وقت میخواستم میرفتم، هر وقت میخواستم میومدم، با هر دوستی که دوست داشتم دوست بودم، با هر دختری که میخواستم رفیق بودم، ولی هیچی منو اشباع نمیکرد. در ضمن بگم برادرم هم کسی نبود که بالا سرم باشه، اون کوچیکتر از من بود و هیچ چیزی رو من، اتوریتی رو من نداشت و من کاملا آزاد بودم. اما خلایی که در درون من بود باعث میشه من هر روز گریه کنم. بچه چقدر جالبه، این میتونه یه نمونه و الگوی خیلی خوبی باشه برای جوانای ما که توی ایران هستن، میگن ما بریم خارج از کشور دیگه همه چی حل، همه چی خوب میشه دیگه، اونجا آزادیه، اونجا دیگه من هر کاری بخوام میتونم بکنم. الان نمونه دلیبن خیلی خوبی هستی. با اینکه اومدی خارج کشور، یه کشور دیگه اومدی، سر 4 ماه که شد اصلا من بریدم. چیزی که میخواستی آره. نبودش. آره. واقعا بریدم. آره. بعد چی کار کردی؟ خب من 18 سالم بود، بچه بودم. مادرم من گوش که یکم تحمل کن. بچه هایی که سالها بود اونجا بودم گفتن تو یکم باید تحمل کنی، این سختی ها تمام میشه اینا. خب من موندم تو اون کشور و سال بعدش وارد دانشگاه پزشکی شدم و شروع کردم درس خوندن. برادرم برگشت ایران و من کاملا تنها بودم تو اون کشور، یه دختر کاملا تنها، یه خونه هم بابام برام گرفته بود و دیگه بگید دیگه کاملا یه دختر بچه 19 ساله تنها داره زندگی میکنه و خودم باید آشپزی میکنم. و من رفتم توی افسردگی شدید. بعد از اینکه رفتم چشیدم دانشگاه رو، کتابا رو خوندم، با بچه ها رفتم اومدم، با ملیت های دیگه آشنا شدم، توی کلاسمون خیلی بچه ها از ملیت های دیگه و این برای من خیلی جالب بود که با خارجی ها دارم درس میخونم و باهاشون شوخی و مسخره بازی اینا، ولی همه اینا یه روزی تموم شد و من سر یه سال یه افسردگی شدیدی گرفتم که چند بار خواستم خودکشی بکنم. و یک بار مادرم یک بار اومد 6 ماه پیش من بود و قرصاش پیش من جامون. وقتی مادرم برگشت من یه بار تمام قرصای اون رو خوردم و اون شب سردرد شدیدی شدم و مشروبات الکلی خوردم، خلاصه کلن زده بودم به سیم آخر. و ولی خدا رو شکر قرصایی نبود که بخواد کسی رو مسموم بکنه، خدا رو شکر واقعا. و میخوام بگم که
روزی که من شروع کردم دوباره دنبال خدا گشتن اون روزی بودش که دیگه به انتها رسیده بودم، اما یک سال دو سال باز برای من زمان مون تا بتونم که اون خدای حقیقی رو، اون خدای محبت رو بشناسم، منو از درون اون خلأ رو از من برداره، به من هویت بده. خب من شروع کردم به خوندن کتاب مذهبی خودمون و تنها چیزی که داشتم و میگفتم که خب این تمام چیزی که من باید بهش بچسبم. من سعی میکنم خدا رو تون پیدا بکنم، خدای محبت، یک چیزی تو عمق وجود من میگفت خدا منو دوست داره و خدا عاشق منه و من دنبال این تشنه این محبت و پیدا کردن محبت داخل کتابهای مذهبی میرفتم و میشستم اونا رو روزها میخوندم به زبان فارسی. البته کم کم هیچ چیزی از درون من عوض نشد، حتی میتونم اگه منو کاملا برگردوندی به اون روزها کاملا همه چیز برعکس شد، همه چیز بدتر بدتر شد. من بیشتر و بیشتر فرو رفتم تو این افسردگی، دیگه سر کلاسام مثلا نمیرفتم دیگه، یعنی به عنوان دختر جوان هدف خاصی نداشتم. اون موقع چند سالت بود؟ 21 سالم بود. آره، چون من هدفم این بودش که جدا بشم از خانواده و به هدفم رسیده بودم، اما منو خوشبخت نکرد. حالا خواستم که هدفمو تو درسم پیدا کنم، اما اونم منو خوشبخت نکرد و حالا دنبال خدا میگشتم چون به آخر خط رسیده بودم. یه عزیزی به من انجیل داد، همون موقعی که داشتم قرآن رو میخوندم یه عزیزی من انجیل داد و گفتش که این هم پیشت باشه بخون، اونم به زبان فارسی بود انجیل. من هم شروع کردم با بی‌اعتمادی انجیل رو خوندن، ولی هر روز من کنار همدیگه میذاشتم انجیل و قرآن و دوتایی رو با همدیگه میخوندم و باورت نمیشه من دستخط اکاش یاد داشتم و داشتم همه رو یاد داشت من داشتم. این دفتر برشته بودم میگفتم اینجا اینو میگه خدا توی اسلام، اینو میگه اینجا، این آیه فلان سوره داره اینو میگه، سوره مائده، سوره مریم، بعد اونور میگفتم انجیل توی این کتاب داره اینو میگه، اینا با همدیگه تفاوت داره. بعد شروع میگه یک سال تمام من شبا بعض وقتا یادم تا 2-3 شب بعد فرداش هم میرفتم سر درسم کلاس، ولی میشستم فکر میکنم و میگفتم خدای مثلا در مورد موسی صحبت میشد، بعد اونجایی که مسیح گفت خودتون رو بزرگ نکنید، برید آخر صف بشینید تا شما رو بزرگ کنن و خیلی حرفای زیبایی که مسیح میگفت و این اصلا دل منو تبدیل میکرد، کاری که اون یکی کتاب بر من انجام نداد هیچ وقت. و من شروع کردم اعتماد کردن، شروع کردم اعتماد کردم و یه جا تو انجیل خوندم که میگه اسم من رو صدا کنید، من با شما، یه ادعای عجیبی میکرد مسیح که اسم منو بگید، من راه و راستی ام، من به شما آرامش میدم و هیچ آدمی نمیتونه، حتی پدر شما نمیتونه به شما بگه من راه و راستی تو ام، من بیا پیش من به تو آرامش میدم. حتی پدر مادر آدم همچین ادعایی نمیتونه. من احساس میکنم که اون به من نزدیکه و من چند بار من بهش خیلی بی‌احترامی میکردم و عصبانی میشدم از دستش و فوش میدادم بعضی وقتا و اون لحظه احساس میکردم الان خدا منو میندازه توی جهنم، اما اون روح پاکی که خدا توی خونه من وارد شده بود چون من اسم مسیح رو میآوردم و باهاش حرف میزدم، باهاش کلکل میکردم، حتی اون روح پاک من آرامش میداد. من از درون احساس میکردم نه، خدا منو خیلی بیشتر از اینا دوست داره که بخواد با یه تلخی کردن منو از سر راه خوش برداره. و همین محبتی که از درون روح هم احساس کردم نسبت به خدا، و بعد فیلم عیسی مسیح رو دیدم که اون شب آخری بود که دیگه من قلبم رو به خدا دادم، همین ها شد یه جاده‌ای برای من به سمت ایمان آوردن به مسیح. و از خدا رو یه درس خیلی خوبی از صحبتای فریناز جان الان میخوام براتون باز کنم بگیرم قبل از ایمانش، بعد میریم تو قسمت بعد از ایمانش. وقتی میخواست مسیح رو باور کنه چی کار کرد؟ اومد اول شروع کرد کتاب خوندن و شروع کرد شناخت عیسی مسیح. یعنی شما باید اول عیسی مسیح رو بشناسید و بعد اعتماد میاد. وقتی که اعتماد میاد، چون خداوند خدای قادر و خدای محبته، مطمئن باش به تو ثابت میکنه، به تو ثابت میکنه که تو رو همینطوری که هستی دوستت داره، نه به خاطر اینکه یه کاری انجام بدی بعد بیاد تو رو دوست داشته باشه، بده بستون نداره. داره میگه فریناز جان، داره میگه که من حتی فوش میدادم، تهمت میزدم، خیلی جاها باش کلکل میکردم، ولی اون اعتماد اینقدر روش نشسته بود
که احساس میکرد محبت مسیح رو در اونجا. میگه من با این که همه کار بد دارم میکنم ولی محبت اون از من حتی به اندازه سر سوزن کم نشد. محبت خداوند در خانه های شما به همین صورت عمل میکنه. فقط کافیه که در قلبتو باز کنی، فقط کافیه که اسمشو بیاری، فقط کافیه که بشناسیش و بهش اعتماد کنی. مطمئن باش، مطمئن باش، همونطوری که فریناز عزیز شناختش، همونطوری که اعتماد کرد، همونقدر تو خونه تو وارد میشه، خونه تو رو در آرامش قرار میده و بعد میاد شخصیت تو رو عوض میکنه. ولی تمام اینها از یک چیز شروع میشه، از تصمیم تو. باید تصمیم بگیری که بشناسیش. فریناز عزیزم تصمیم گرفت، شروع کرد مطالعه کردن، چون میدونستش که یک نفر رو احتیاج داره. اون یک نفر یک انسان نمیتونه باشه که احتیاج تو رو برطرف بکنه، ولی اون یک نفر خدایی میتونه باشه که تو رو قضاوتت نمیکنه و تو رو همین طوری که هستی دوستت داره، همین طوری که هستی. اگر ما در مورد عیسی مسیح میایم صحبت میکنیم، وارد خونه های شما میشیم، مطمئن باش اگر که تو مسیح رو قبول کنی، مطمئن باش اگر آرامش تو زندگی تو بیاد، مطمئن باش اگر تبدیل در زندگی تو بیاد، هیچ چیزی به منی که اینجا نشستم و به ماها نمیرسه. فقط تنها چیزی که عوض میشه خانه و خانواده تو هستش، اونی که باعث شادی ما میشه، اونی که باعث لذت ما میشه. اگه در مورد محبت مسیح صحبت میشه، فقط به خاطر این هستش که در خانه تک تک شما عزیزان آرامشی که خداوند به تو هدیه داده برسه و تو بتونی همونو مثل فریناز عزیزم به دیگران بدی. اون در اون شرایطی که در افسردگی، در ناراحتی، در خلأهای فکری داشت، ولی خداوند با اون ملاقات کرد. سالیان گذشت، امروز فریناز اینجا نشسته، حالا داره با تک تک شماها صحبت میکنه. یادت باشه نوبت تو هم هستش که تو بشینی با یک نفر دیگه صحبت بکنی، چون ماموریت ما این هستش. حالا میخوایم بریم قسمت دوم. مسیحو گرفت، مسیحو در قلبش قبول کرد، اعتماد کرد بهش، شناختش و بعد از اون ببینیم چه اتفاق افتاد. بعد از اون چه اتفاق افتاد؟ بعد از اینکه مسیحو پذیرفتی، بعد از اون شب وقتی من فیلم مسیح رو دیدم، باورت میشه فرزانه من اصلا یادم نمیاد چی دیدم. یعنی من دیدم مسیح شفا میداد، من دیدم، اما من فقط مست اون مهربونی شده بودم که توی اون شخصیت شخصی که نقش مسیح رو بازی میکرد دیدم. و من اصلا هم بارها توی این 7 سال یاد هی فکرم من چی رو اون لحظه دیدم که اینجوری نشستم زار زار گریه کردم. اون شب ساعت 11-12 شب بود و فرداش نشستم دوباره این فیلمو دیدم، رفتم برای خودم خوراکی، شکلات، شیرینی دوست دارم، رفتم برای خودم شیرینی خریدم، اومدم نشستم دوباره با ذوق و شوق. روز تعطیلم بود، شروع کردم فیلم مسیر رو دوباره مرور کردم. اما شب قبلش اتفاق افتاد. شب قبلش که من این فیلمو دیدم گفتم تمومه، من ایمان آوردم که عیسی مسیح خداونده. نه ایمان بچگانه، من 1.5 سال دنبال خدا داشتم میدویدم، اما نمیدونستم که خدا داره. آره، من تا آخرش رفتم. یعنی من دیگه قرآن رو تموم کرده بودم دیگه، یعنی انجیل رو نشستم خوندم و بیشتر از همه به زندگیم فکر میکنم و به این که یعنی واقعا خدا تو تک تک وجدانهای ما احساس گناه و اون شناخت خودش رو گذاشته. هیچ کدوم ما نمیتونیم خودمون گول بزن، حتی کسی که مذهبیه و یک سری شریعت هایی توی اون مذهب هست که اصلا ضد خداست، چون همه مذاهب میگن کار خوب بکنین، ولی یه سری احکامایی هم هست که اصلا از طرف خدا نیست. اون شخص وقتی داره انجام میده خودش خوب میدونه که این کار اشتباهه، دقیقاً، ولی وجدانش اینو میدونه، اما این رو میخواد با پوشش شریعت ماسمالیش بکنه به قوله. و من دقیقاً اون لحظه میدونستم که انگار که جاده برام باز شد، من میدونستم دارم کجا میرم. اون شب من زانو زدم تا 2-3 شب هم بیدار بودم، گفتم خدایا من ایمان آوردم که مسیح خداوندم، فقط میخوام فقط به من یک تایید نهایی بدی، فقط بگی این آخرشه، این همینه که من بیام دنبال تو. و یه اتفاقاتی اون شب افتاد که من 3 سوال از خدا داشتم و هر 3 سوال ها رو هم از طریق قرآن که باز کردم، هم از طریق انجیل که باز کردم، من جواب داد. یک چیز خیلی عجیب که توی این برنامه نمی گنجه، ولی
من همون موقع شروع کردم گریه کردن، زانو زدم و گفتم من به تو ایمان میارم مسیح. دقیقا فرداش که دوباره فیلم عیسی مسیح رو دیدم، فکر کنم همون فرداش بود، شبش رفتم زدم بیرون از خونه، شماره یه دوست قدیمیه که مثلا این پسر دوست داداش من بود، برای من مثل برادر بود، به من روسی رو یاد میداد. من اینو گم کرده بودم 2-3 سال، بعد شمارش هنوز همون شماره بود و من شنیده بودم که این شخص ایمان آورده، مسیح شده. فقط رفتم کیوسک گوشی رو برداشتم و بهش زنگ زدم بدون اینکه بدونم آیا این شماره از اون هنوز هست، چون توی اوکراین همه خیلی زود شماره عوض میکنن و این 3 سال اون شماره رو نگه داشته. زنگ زدم گفتن که من میخوام بیام پیشت، کجا هستی؟ من فقط بیام اونجا، شنیدم تو به مسیح ایمان آوردی. و گفتش که بیا، با من قرار گذاشت و من رفتم اونجا توی اون خونه و همون روز یک کشیش مسیحی، یک خانوم و کلی جمع مسلمان و ایماندارا همه با هم دیگه اونجا بودن و روز خصل تعمید بود تو خونه همین برادر. و من گوش که من 3 ماه ایمان رو بردم، نمیدونی زندگیم عوض شده. و رفتم همون روز من تعمید روح القدس رو گرفتم، یعنی فردای روزی که من کاملا دلم مسیح دادم و گریه میکردم و به زبان هم همون روز صحبت کردم و 4 روز بعدش غسل تعمید گرفتم و یکی از زیباترین روزهای زندگی من بود. چه احساسی داشتی موقعی که تعمید گرفتی؟ میخوام احساستو بدونم فقط. میدونی چرا این سوال کردم؟ به خاطر اینکه موقعی که خودم تعمید گرفتم، تعمید من در کلیسای سانیول بودش و توسط کشیش نادره عزیزم بود. موقعی که رفتم توی آب که تعمید بگیرم، احساس میکردم اصلا رو زمین نیستم، مثلا انگار توی آب نیستم، روی آسمونم. یه احساس عجیبی بود و با اینکه اولین بار بود که جلوی جمعیت زیادی وایستاده بودم که باید فکر میکردم من الان برم نمیتونم، میترسم چیکار کنم اصلا. ولی همین که وارد شدم احساس کردم هیچ کس رو نمیبینم و یک پیس، یک آرامش، یک صلح عجیبی بود درونم که احساس میکردم یکی من از پشت بغل کرده، مواظب منه که من به زمین نخورم. و هیچ وقت اون روز رو فراموش نمیکنم و بهترین روز زندگی من اون روزه. و زیباترین چیزی که برام اتفاق افتاد، درست تو همون روز تعمید من دختر اول منم به دنیا اومد. برای همین هیچ وقت یادم نمیره، چون روز تعمید من روز تولد دخترم هم هست. چجوری همه هم جور شد؟ خیلی برام یک شادی عجیبی داشتش. به خاطر همین، چون این احساس خوب داشتم، برای همین از سوال میکنم که روز تعمید چه احساسی داشتی؟ اولا روز تعمید من یکم خاص بود، مثل بقیه نبود، چون اون روز یکم روزای زمستون بود، توی بیرون کسی تعمید نمیداد. اون خانم اومد داخل خونه من و تو وان خونه من تعمید داد. چقدر جالب. و اون روز دوستایی که پیدا کرده بودم، اونا همه اومدن تو خونه و من برای اولین بار دست به هیچی نزدم تو خونه. خودشون رفتن خرید کردن، غذا رو درست کردن، کلی سالاد و خوراکی رو گذاشتن رو میز. و من اومدم، به من گفتن تو فقط استراحت کن، با خدا ریلکس کن، ما میخوایم تو رو تعمید بدی. و همه تو خونه من بودن ولی داشتن اونا کار میکردن و خیلی برای من لذت بخش بود. و جالب اینجاست که سیبایی که قاچ شده بود، خب سیب معمولا به خاطر اون اکسیژنی که موادی که داره با اکسیژن چیز میشه سیاه میشه اگه آدم نخوره، اون سیب تا 4 ساعت همون رنگی باقی مونده بود. و این اصلا همه رو آره اصلا شگفت زده کرده بود. این یکی از اون چیزایی بود که من اون روز دیدم. وقتی من وارد آب رفتم، اولا گفتم میخوام تنها باشم، فقط اون خانم و من رفتم. منو یک بار بسه. Okay. حرفت یادت داره، میخوای توضیح بدی موقعی که رفتی توی آب چه اتفاقی افتاد؟ اگر دنیا منو دوست نداشته باشه، عیسی مسیح منو دوست داره و اون منو تنها نمیذاره. این برای من کافیه. اونجاست که میگه فیض من بر تو کافیست، فیض خداوند بر تک تک من و شما کافیه. پس با فیض مسیح حرکت کن، شادی داشته باش، خداوند تو رو عبور میده عزیز دلم، خداوند تو رو عبور میده. میریم دوباره سراغ فریناز عزیزم. به اونجایی رسیدیم که فریناز جان گفت من میخواستم برن توی آب. حالا ببینیم، خب حالا که توی آب رفت چی کار کرد؟ اینجا که
می‌خواستم وارد آب بشم یکم کمدی اتفاق افتاد، ولی اون لحظه نبود، اون لحظه این احساسو نداشتم. الان که تعریف می‌کنم شاید برای بعضی خنده دار باشه. وقتی اومدم اون خانم منو نشست بغل وان که منو بکنه داخل آب، من خیلی استرس و استراب داشتم، نتونستم تمرکز داشته باشم و یک دفعه من خب باید بینیو بگیرم، چون وقتی اینجوری میرم تو آب، آب میره تو بینی، شدم سب کنم بینیو بگیرم، گرفتم رفتم داخل آب، اومدم بیرون. بعد همجوری یه دختری هم داشت فیلم برداری میکرد، بعد گفتم که اوکی میشه یه بار دیگه من ببری زیر آب، من میخوام خوب لمس کنم اون احساسو. بعد گفتش که باشه، پس یک بار دیگه به اسم پدر پسر روح القدس، همین که داشت میگفت پدر پسر روح القدس، من این دفعه احساس کردم نفست عمیق شد، اصلا احساس کردم یه صلیب، یه نوری از دور دیدم که داره میاد به سمت من، و انگار که بعد وقتی نزدیک شد دیدم صلیبه، مثل یک مروارید صلیبی که آدم میندازه تو گردنش. و این نور نزدیک شد، نزدیک هم وقتی گفت پدر پسر روح القدس، من رفتم داخل، همینجوری که رفتم دیدم اینم اومد داخل قلب من. نور اومد داخل قلب من، رفتم داخل، اومدم بیرون و بعد احساس کردم چند تا فرشته اون بالا. من فرشته ها رو اوایل که ایماندار بودم قشنگ چشمای من خدا وا کرده قشنگ میدیدم و به ایماندارای دیگه میگفتم و اونا میگفتن انقدر شوق و شورت خیلی زیاده، اینا نرماله و خدا چشم تو رو باز کرده که تو رو شادت کنه. چون تنها یکی از مشکلاتی که تو زندگی من بود غم بود و خدا با این کارها منو همش سورپرایز میکرد و شادم میکرد. و من فرشته ها رو دیدم که دارن من لبخند میزنن و من احساس کردم که انگار یه بچه‌ای هستم که تازه به دنیا اومده. و اینو میگم به بعدش ادامه میدم، میگم مطمئن شی که واقعا احساس بچگی داشتم. اون شب من وقتی بچه بودم پدر مادرم که مهمون دعوت میکردن، مهمونا که شب میخواستم برم من گریه میکردم، پاشونو میگرفتم میگفتم زنمونه رو از دست خوش میگذاشتم، اونا هم بچه داشتن آخه. بعد من دیگه سالها بود این احساس رو فراموش کرده بودم و دلم سخت شده بود توی غربت و حتی دلم برای پدر مادرم اونقدر تنگ نمیشد. فکر کن با چند نفر که یه هفته نیست آشنا شدم اومدن خونه من، شبش که داشتن میرفتن من دوباره برگشتم به کودکی و شروع کردم گفتم گریه کنم و گفتم نرید، خواهش میکنم نرید، و گریه میکنم گفتم میشه نرید امشب پیش من بمونید، من تنها هم. بعد میگفتن که وای تو بچه شدی، کوچولو شدی. گفتم واقعا احساس کودکی دارم. و وقتی داشتن میرفتن انقدر برام ترخ بود اون احساس. و فرداش دوباره اومدن خونه من و اون شب موندن و آخر شب باز داشتن میرفتن، من گفتم خواهش تمام دنیا انگار اومد تو دلم وقتی اینا داشتن میرفتن، دقیقا شدم اینو بچگی هم. و بعد اون لحظه فهمیدم وقتی کلامم میخوندم میگفت، کلام میگه مثل نوزاد روحانی شیر روحانی بخورید، و من اون لحظه واقعا فهمیدم من هم احساسم هم فکرم هم روحم هم همه نوزاد تازه شدم. اصلا احساسم تازه شد. از خونه که بیرون میرفتم مردم با یه چشم دیگه میدیدم، گناهان دنیا رو انگار خدا من نشون میداد، تاریکی ها رو میفهمیدم، یعنی خدا یه دری بر من باز کرده بود که بتونم از گناه فرار کنم. و واقعا این معجزه خدا بود تو زندگی من. خدا رو شکر. یه نتیجه دوباره دیگه میخوام بگیریم. اومدیم به قسمتی رسیدیم که فریناز عزیز گفتش که عیسی مسیح رو پذیرفت. وقتی عیسی مسیح رو پذیرفت چه اتفاقی افتاد؟ گفت دوباره مثل یه نوزاد انگار متولد شدم، دوباره برگشتم به همون دوره‌ای که همه چی برام تازگی داشتش. نجات عیسی مسیح یعنی همین، یعنی این که تو دوباره از اول متولد میشی، دوباره تولد تازه پیدا میکنی، نه اینکه از رحم مادر به این دنیا بیای، بلکه در شخصیت و در روح به دنیا میای، در روح به دنیا میای. وقتی روحت تازه میشه احساست، روانت، فکرت و تمام جسمت حتی دوباره تازه میشه، مثل گلی که دوباره شکوفه زده و گلای تازه در میاد. وقتی گل باز میشه بوی عطرش تمام محیطو میگیره. پس وقتی که میخوای خودتو چک کنی که در عیسی مسیح هستی و نجات رو دریافت کردی، باید اولین چیزی که نگاه کنی خودت باشی که من در من چی عوض شد. الان من مسیح رو قبول کردم، به عنوان نجات دهندم چه چیزی در من تبدیل شد؟ در فریناز چه اتفاق افتاد؟ فریناز
دوباره از اول بچگیشو دید، متولد شدن تازگیشو دید، فهمید که کیه، فهمیدش که باید از اول دوباره شروع کنه. شروع از اول یعنی امیدی تازه، یعنی من دوباره امید دارم یک آینده دیگر رو شروع کنم. پس به گذشتم دیگه نگاه نمی کنم، بلکه به یک آینده نیکو نگاه می کنم. این تولد تازه است. حالا فریناز تولد تازه رو پیدا کرد، دوباره به دنیا اومد، دوباره اون شخصیت زیبا و احساس زیبای اولیش بهش برگشت. یادتونه وقتی میگن که عیسی، وقتی که میخوای به حضور خداوند عیسی مسیح بری چه اتفاقی میفته؟ میگه بهترینتون رو ببرین، اونی که ثمره نیکوی زندگیت هست رو ببر، اولینت رو ببر. وقتی که در نجات مسیح قرار میگیرین، خداوندم بهترینش رو به شما میده، یعنی دوباره از اول متولدت میکنه، دوباره اون بهترینش رو میده. میگه من همه چی تو تازه میکنم، از اول شروع کن، تو نگران نباش، از الان به بعدت با من. خداوندم بهترینش رو داد، بهترینش رو داد که ما دوباره تولد تازه پیدا بکنیم. امروز خداوند برای تو خواهر و برادر عزیزم همینو میخواد. حالا اگه میخوای ردش بکنی دست خودته، اگه میخوای شبکت هم عوض کنی دست خودته، ولی یادت باشه که نجات رو خداوند برای تو آورده، میتونی امروز بپذیری، دوباره از اول متولد بشی و زندگی رو ادامه بدی با قوت خداوند روح القدس. میتونی بگی امروز من نمیخوامش، سختی تو میکشی، زمان طولانی تر میشه، ولی یادت باشه که نجات خداوند چه امروز چه در آینده مال تو هست. پس بهتر امروز بگیری که زمان تو از دست ندی. خب حالا میریم مرحله بعدی. خداوند تو رو دوباره متولد کرد، اون احساس اولیت رو بهت برگردون، افسردگیت رفت و دوباره فرش شدی. خب بعد از اون هدف زندگی چی شد؟ چون داشتی درس میخوندی، اون موقع گفتی من اصلا دوست نداشتم سر کلاس برم، اصلا به زور میرفتم، اصلا هدف فقط درس میخوندم، اصلا فکر میکردم که باید یه کاری انجام بدم. حالا بعدش آیا هدفدار شدی؟ هدف چی شد؟ خب هفته اولی که ایمان آوردم من کلن سر کلاس نرفتم. مرسی دست سوزن برم. سر کلاس نرفتم، سر کلاس نرفتم به خاطر اینکه ببین نمیدونم چطور بگم. چرا چی شده بود؟ چه احساسی داشت اون موقع؟ ببین... اون یه هفته چه جوری بودی؟ ببین یه جمله قشنگی هست میگه که وقتی که انسان برای بودن با خدا خلق شده و تا زمانی که در خدا قرار نگیره و با خدا قرار نگیره، موقعیتش رو با خدا درست نکنه، هر جا که قرار بگیره خلأه و هیچ وقت اون درون اون قسمت روحش رو هیچ که نمیتونه اشبا بکنه. من وقتی اشبا شدم دیگه قسمت های دیگر رو فراموش کردم. هفته اول من خب اصلا دیگه یه اشتیاق عجیبی به کلام خدا پیدا کردم. من صبح تا شب، شب تا صبح کلام خدا، و انقدر خدا قشنگ من حرف میزد. و ببین مثل یه درختی که شکوفه میاره، بعد عطرش بلند میشه، همه از این عطر بوش میکنن و همه لذت میبرن و همه میفهمن، حتی خوشگل میشه، اصلا جوونای قرمز خوشگل پیدا میکنه. من دقیقا فصل بهار شده بودم و جوونه هامو همه میدیدن، شکوفه هامو همه میدیدن، عطر منو همه میچشیدن. بعد از یک هفته دوست همکلاسی ایرانی داشتم، یه دختر ایرانی، بقیه همه خدا رو شکر همکلاسی هم عرب بودن، ولی این یک دختر ایرانی بود. ما با هم دیگه سر کلاس میرفتیم، خب با هم در ارتباط بودیم. به من زنگ زد گفت فریناز تو کجایی؟ سر کلاسات نیومدی؟ امروز بیوشیمی داشتیم، تو غیبت کردی اینا. بعد خیلی هم مسلمان بود این دختر. بعد گفتم که عزیزم من هول کردم، آخه سر جلسه دعا هم بودیم، یه دفعه گفتم که ببخشید من یه دقیقه گوشیمو جواب دادم، گفتم من چیز اسمشو گفتم، گفتم مینو جان من مسیحی شدم راستشو بخوای. بعد گفتش که مسیحی شدی؟ خب باشه پس خدافظ. هول کرد، هول کرد یک دفعه این دختر. و همین دختر منو وقتی دید گفتش که تو چقدر عوض شدی. و
تعجب کرده بود. یک بار حوصله نداشتم، مثلا دو سه ماه بعدش رفتم سر کلاسام میرفتم، یک بار بی حوصله بودم اون روز، حوصله نداشتم، ولی خب شادی خدا همیشه در درون ما هست، ولی توی صورتم لبخند نبود، این لبخنده نبود، چون از روزی که ایمانو دادم همیشه اینجوری لبخند داشتم. بعد گفتش که فیناز باورت میشه، برگشت گوش که بعد کلاس گوش فیناز ببخشید سوال میکنم، تو دینتو عوض کردی دوباره؟ گفتم که نه چرا، گوش آخه مثل همیشه نیستی و همیشه لبخند میزدی. گفتم شاید دوباره دینتو عوض کردی، برگشتی به قبل. باورت بهش گفتم نه من چه حرفی میزنی، دوباره لبخنده اومد و بس اون روز بود فهمیدم واو مردم دنیا ممکنه تو رو قبول نکنن، ایده‌های تو رو رد کنن به خاطر غرورشون، به خاطر اینکه هر چی که توی وجودشون هست و به خاطر اعتقادات خودشون، اما تو رو دارن میبینن و تو براشون شهادت زنده‌ای. و من اون روز فهمیدم که من باید همیشه باید شهادت زنده باشم برای همکلاسیام، حتی اگه منو نپذیرن. و واقعا خدا رو شکر هر یه درسی که فریناز جان از زندگیش داره میده، درسایی که خداوند در زندگی شما امروز داره میذاره، امروز من و تو به عنوان یک مسیحی نمونه هستیم. همونطوری که فریناز جان گفت، شاید دیگران ما رو ردمون کنن و غرورشون اجازه نده که به ما نزدیک شن یا حتی یک کلمه ما رو قبولمون کنن. خب غرور دیگه متاسفانه وجود داره، ولی ما رو دارن نگاه میکنن. مواظب باش که چی کار داری میکنی. اگر تو رو نگاه بکنن به عنوان یک مسیحی اشتباه میکنی، تو زیر سوال نمیری. یادت باشه مسیح رو زیر سوال میبرن. مسیحی که تو قبول داشتی اینه؟ خب اینم که لنگه همونه، همینطوری مقایسه. خواهش میکنم اگر میگی من یک مسیحی هستم، مثل یک مسیحی زندگی بکن. مسیحی که با ایمان حرکت میکنه، با ایمان حرکت میکنه، نه اینکه من یک چیزی رو ببینم قبولش بکنم بعد باورش بکنم بعد قدم بزنم. اونجاست که یه آن به خودت میای میبینی بابا سنت رفت بالا، تموم شد زمانت. مأموریتی که روی زمین داری چیه؟ دقیقاً شیطان همینو میخواد که وقتای ما رو بکشه، زمان ما رو بکشه و اجازه نده برای دیگران مفید باشیم و کار خدا و مأموریت خدا رو انجام بدیم. پس خواهش میکنم اگر به عنوان یک مسیحی قدم میزنی، طبق کلام خداوند قدم بزن، ولی در شادی، در حکمت، در شادی و در حکمت. و ازت خواهش میکنم با ایمان قدم بزن، همونطوری که فریناز عزیزم گفتش. اگر ایمان نداشته باشی نمیتونی بگی من مسیحی هستم، چون ما همش توقع داریم مسیح یه کاری رو انجام بده. من مسیحی هستم چون نجات مسیح رو گرفتم، ولی به عنوان شخص مسیحی این منم که باید نمونه زندگی کنم، منم که باید عادت قبلم رو بذارم کنار، عادت اشتباهم رو بذارم کنار و جایگزینش کلام خدا رو بکنم تا عادت جدید بیاد روش بشینه. اونجاست که نمونگی مسیح دیده میشه و تمام اینا با قدم ایمانی هستش. حالا فریناز عزیزم، قدم ایمانی تو برداشتی، خدا رو شکر. درست تو ادامه دادی؟ تمامش کردی؟ البته. دو سال پیش فارغ التحصیل شدم. پروسه خیلی طولانی بود به خاطر اینکه کلن آدمی نیستم که بتونم خیلی وقتا بالانس رو نگه دارم و یا میگن یا از این ور میفته یا از این ور. و حتی مثلا بعضی وقتا بابام به من میگفت دوچرخه مثلا بر من گرفته دادن تو ایران، من دیگه میرفتم تا 12 شب دیگه دسته که کلن زارتم به سیم آخر. و بابام دوباره من شد دوچرخه از من بگیره، فکر کنم دختر 17 ساله. ولی وقتی به مسیح ایمان آوردم به من یاد داد و این خیلی طول کشید. شاید من الان 8 سال ایمان آوردم، شاید این 6 سال قشنگ طول کشید. یعنی تا 1 سال 2 سال پیش این طول کشید که من هنوزم خیلی ادامه داره، هنوزم خیلی چیزا باید یاد بگیرم که بتونم خیلی چیزا رو بالانس کنم. خب من خیلی سریع در خداوند رشد کردم. من رشدم یه جوری بود که
4 ماه بود ایماندار بودم تو کلیسا، تو کلیسایی که واقعا کلیسا ان تو اوکراین، اصلا کلیسا فوق العاده قوی ان، به من میگفتن تو 4 ماه ایمان آوردی ما باورمون نمیشه، تو انگار 2 سال 3 سال 4 سال ایمانداری. اینقدر خدا قشنگ با من حرف میزد، اینقدر خب هر روز باهاش در ارتباط بودم، هر روز لمسش میکردم، هر روز باهاش راه میرفتم و اطاعت هم میکردمش. That's why این خیلی عالیه. آره. کلمه زیبا اطاعت، یعنی اگر ایمانو با ایمان قدم میزنی، در صورتی تو میتونی در ایمان قدم بزنی که اطاعتو داشته باشی و در اطاعت فروتنی میادش. حالا خودتو چک کن، حالا خودتو چک کن. خب فریناز جان، میخوام ببرمت به زمانی که با سیامک عزیز ما، برادر گل ما، آشنا شدی. میخوام ببینم تو اون شرایطی که با سیامک جان آشنا شدی، یه مقدار ما رو ببر تو اون فضا. من دقیقا سال پنجم پزشکی بودم، تازه رفته بودم یه شهر دیگه برای اینکه اون دانشگاه چیزی بود، دانشگاه بهتری بود و انتقالی گرفته بودم، رفته بودم اونجا و یک شروع جدیدی دوباره تو زندگی من بود. و یک بارم ایران رفته بودم، قبلش ایران که رفته بودم با خدا، یعنی واقعا دیگه با خدا پیمان بستم، گفتم من ایران این بار برم میخوام برای تو نور و نمک باشم. و همیشه با یک کیسه پر میرفتم ایران. از وقتی ایمان آوردم 2 یا 3 بار فقط رفتم ایران، ولی با کیسه پر رفتم. و خب من از ایران برگشته بودم با یه نفس تازه و تازه درس رو شروع کرده بودم. خب توی دانشگاهی که بودم، برخلاف دانشگاه شهر قبلم، همه کلاسمون 5 نفر ایرانی توش بود. یعنی دختر ایرانی من اصلا نیده بودم به عمرم اینقدر زیاد کنار هم دیگه. و من وقتی این دختر ایرانی رو کنار هم دیگه دیدم، مهربون منو بغل کردم، بوسیدم، منو سریع پذیرفتن. اینا خودشون از کورس یک با هم دیگه بودن، منو خیلی سریع پذیرفتن و شدم یکی از دوستاشون. و یه روزای فوق العاده زیبایی بر من بود. درسمو میخوندم سر کلاسا، با همدیگه با بچه‌ها میرفتیم، همه ایرانی و خیلی زیبا بود برای من. و اینا گفتن چیز کن، برو فیسبوک باز کن. تو چرا فیسبوک باز نمی‌کنی؟ گفتم فیسبوک چیه اینا؟ من یاد دادن، گفتن ولی معتاد میشی، خیلی مراقب باش معتاد فیسبوک نشی. و رفتم، خلاصه این پامپا کردم. یک روز انگار یه چیز منو کشون دفعه اینکه برم و فیسبوک رو باز کنم. از روزی که من فیسبوکم رو باز کردم، تنها چیزی که پستایی که من تو فیسبوکم میذاشتم غیر از مسیحیت نمیتونست باشه. یعنی فیسبوک جایی که تو دلت رو و اون چیزی که هستی و اون هویتت رو آشکار میکنی در حقیقت، چون اون پستی رو میذاری که فیوریت توه. خب من تمام پستای من یا آهنگای پرستشی بود، یا بعد کم کم این رشد کرد اصلا، بعد اد کردم اشخاص دیگر رو، شروع کردم خدمت کردم، دعا کردم، با حرف دادم. اصلا خدا خودش منو توی مسیر جدید قرار داد، انگار که یک ماموریت اینترنتی برای من گذاشت. و بدون اینکه من حتی هدفش رو داشته باشم یا دنبالش باشم، برای من یه محیطی رو فراهم کرد و من توی همین محیط با سیامک آشنا شدم. خب سیامک اون موقع پیج خیلی پرطرفداری داشت، رای صلیب، نزدیک 5000 نفر توش عضو بودن و من باهاش در ارتباط بودم، اما نمیدونستم این شخص کیه. اصلا میگفتم ببخشید میشه برای من آهنگای مسیح بفرستید؟ مثلا حتی نمیرفتم عکسا رو ببینم، حالا نگو کل عکساش توی پیجش بوده. بعد خلاصه یه روز شروع کردیم با هم دیگه حرف زدن، به من مسیج داد، شروع کردیم با هم حرف زدن، اسکایپ هم اد کردیم و شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن و آشنایی ما از اونجا شروع شد. در حقیقت میتونم بگم آشنایی ما از طریق خدمت اینترنتی شروع شد. و من این سر دنیا، سیامک اون سر دنیا، تو پناهندگی ترکیه باهاش آشنا شدم. و ما یه چیز حدود 2 هفته 3 روز، یعنی بعضی که آشنا شدیم 1 هفته بعدش رفتیم توی دعا و روزه. یعنی انقدر خدا همه چیز سریع ما نشون داد. و توی اون 3 روز برای دعا و روزه به این شکل بود که ما می‌خواستیم ببینیم این آشناییت و این مسیر از خداست یا نه. و توی اون 3 روز برای ما باز شد و خدا احساس ما رو لمس کرد و حتی ما احساسمون به هم نزدیکتر شد و شروع کردیم به هم نزدیک و نزدیکتر شدن. و همجوری با دعا و روزه پیش می‌رفتیم تا موقعی که خیلی اتفاق افتاد، خیلی سنگا. یه سوال اینجا بکنم، گفتی 3 روز در دعا و روزه رفتی و از خدا مسیج گرفتین که میتونین که این مسیر رو با هم ادامه بدین. من به خاطر اینکه میدونم خیلی از عزیزان هستن که برنامه رو نگاه میکنن و میگن که ما میخوایم ازدواج کنیم یا شخصی اومده خواستگاریمون و میخوایم بدونیم از خدا هست یا نیست،
میتونی یه نکته بگی که چجوری از خدا گرفتی، چجوری از خدا شنیدین؟ اون مرحله رو یه ذره کوچولوتر بازش بکن، برای اینکه من میدونم سوال خیلی ها میتونه باشه که الان در پروسه ازدواج هستن یا خواستگاری اومدن یا اینکه در فکر این هستن که چطوری میتونن ازدواج کنن. اوکی. این یه قسمت کوچولو رو گفتی. من 3 روز در دعا و روزه بودم. در اون 3 روز چه اتفاق افتاد؟ چه پیغامی گرفتی؟ چه احساسی داشتی؟ ببین اولا خب درسای کیشش ادوارد هم خودش اینا رو میگه. کیش ادوارد توی درس ازدواج اولین 2 تا چیز آدم باید دقت کنه، البته خیلی چیزها هست، اما اون چیزی که من اون موقع برای چی من دارم روزه میگیرم و من از ازدواجم چی میخوام، و دوم این که من باید صدای خدا رو بشنوم. یعنی کسی که خدای حقیقی رو نشناسه یا باهاش درست در ارتباط نباشه یا مسیحی باشه، خیلی ها عزیزان امروز مسیحی هم تو ایران هم من میشنوم رفتم با یه غیر ایماندار ازدواج کردم و زندگیشون از هم پاشیده یا تلخه یا حالا پشیمونی اومده. تا وقتی از خدا نگرفتی نباید، به خاطر اینکه احساسات بعضی وقتا جلوتر از ما میدوه. من نمیگم با عقل و منطق بریم جلو و من نمیگم با احساسات بریم جلو، ما باید با هدایت روح القدس بریم جلو. خدا احساسات ما رو در نظر داره. خدا هیچ وقت کسی رو که تو عاشقش نیستی به تو نمیده. کسی رو که تو نمیتونی دوستش داشته باشی هیچ وقت جلو پای تو نمیذاره. خدا شکنجهگر نیست. از اون طرفم خدا هیچ وقت نمیگه برو با بزرگت ازدواج کن. یعنی یه جوری باید بفهمیم که خدا واقعا عاشق ماست و اون میدونه تو کی هستی، خودش تو رو خلق کرده، پس درون و نیازهای تو رو میدونه و اون دقیقا همون رو جلو پای تو میذاره که تو میخوای. من اینو میدونم، من اعتماد داشتم به خدا. واسه همین توی این 3 روزه و نه فقط توی این 3 روزه ما مکررن در دعا بودیم و خیلی چیزای قشنگ خدا بر من باز کرد. اینکه واقعا تو داری احساساتمون رو کنترل کردیم، گذاشتیم عقب‌تر از ما قرار بگیره و گذاشتیم روح القدس جلوتر از ما حرکت کنه. نه عقل و فکر و منطق که 2 تا 4 تا بکنیم، که حالا بعضی تو ایران میکنن 2 تا 4 تا، آره این تحصیلاتش اینه، این ماشینو داره نداره، اینو داره اونو نداره، حالا جمع ببندیم تقسیم کنیم به یه نتیجه برسیم که این مال من هست یا نیست. نه، روح القدس به من یه چیزی رو در سیامک نشون داد و خب من از سیامک خوشم اومد. از نظر ظاهری واقعا ازش خوشم اومد. عکساشو دیدم و من لایک کردم عکساش اون روز. ولی گذاشتم احساساتم قبل از من حرکت بکنه. اول اینکه خادم خدا بودم برای من امتیاز اول بود. من برام هیچی مهم نبود. حتی به خدا گفته بودم من به ظاهر خیلی اهمیت میدادم. اصلا کلا از بچگی اینجوری بودم. و خدا منو تبدیل کرد. اما حواسم پرت شد. تبدیل کرد خدا من رو و من روزی شد که به خدا گفتم دیگه برای من ظاهر مهم نیست و من میخوام که ظاهر بیاد رده آخر قرار بگیره، اراده تو ای عزیز پدر بیاد اول قرار بگیره، چون تو پدر منی، تو برای من بهترین رو میخوای. داره شک برات. خب حالا شما چی یاد گرفتین از صحبت فریناز؟ آیا هنوز متوجه نشدی که برای ازدواج باید چه کار کنی؟ هنوز متوجه نشدی چجوری باید دعا کنی؟ بذار من بهت بگم. فریناز جان گفت ارجحیت من اول خداوند بود و چون من به خداوند اعتماد داشتم مطمئن بودم که خداوند بهترین رو سر راه من قرار میده. پس احساساتشو گذاشت اون عقب، در صورتی که شخصیتاً شخصیت عاطفی داره. پس یک شخصیت عاطفی میتونه احساسش رو عقب بذاره، اعتماد به خداوند رو جلو بذاره. شما اگر بتونید در زندگیتون دیدتون رو عوض کنید، به زندگی آینده به بهترین نگاه بکنید، ولی اراده خدا باشه نه خواست و آرزوی تو. اگر بخوای با خواست و آرزوی خودت پیش خداوند بری به نتیجه نمیرسی، چون احتمال داره خواست و اراده خداوند برای تو اون نباشه، ولی تو آرزود همونه، آرزوی تو در یک جعبه کوچولو بسته شده، در صورتی که آرزوی خداوند برای تو خیلی بزرگتر از اونه. آرزوی دل فریناز عزیزم در خداوند بود و خداوندم خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. به خاطر همین خداوند هم به اندازه بزرگی خودش، به اندازه دل خودش برای فریناز داد.
و انجام داد و مطمئن هستم به ثمره های نیکو هم میرسه. امروز تو میخوای چی کار بکنی؟ امروز تو چطوری میتونی نگاه بکنی؟ من امروز میخوام تو رو نگاه کنم، ببینم به زندگی چجوری نگاه میکنی. میخوام بهت بگم هر جای زندگی که باشی، در هر نقطه ای عیسی مسیح در کنار تو ایستاده و منتظر توه، چون عاشق توه، چون تو رو دوست داره، همطوری که فریناز عزیزم رو دوست داشت، همطوری که فریناز عزیزم رو استپ به استپ، قدم به قدم مبارک کرد، فقط به خاطر اینکه فریناز اعتماد کرد. اعتمادش هم از شناخت حقیقی خداوند عیسی مسیح بود. حالا فریناز جان، چون میخوام که ساعت این ثانیه های دقیقه آخرهایی که هستی، میخوام که به عنوان یک شخصی که خادم خدا هستی دیگه، الان خدا رو خدمت میکنی، چون میدونم دل دعای زیادی داری، دل شفاعت داری و این دل شفاعت خداوند بهت داده، میخوام که الان خودت مستقیم به دوربین با عزیزانمون مستقیم خودت صحبت کن، یک پیغام خیلی کوچیک از کلام خدا بده و تقویت روحشون باش و تشویقشون کن. میخوام که الان تو باشی و بیننده ها. قبل از اینکه من و سیامک با هم دیگه آشنا بشیم و ازدواج بکنیم، پدر من که خیلی دوستش دارم و خیلی دوستم داره و میدونم بهترین رو برای من همیشه خواسته و میخواد، برای من رویاهای خیلی قشنگی داشت. اینکه زندگیم رو توی اوکراین ادامه بدم، درسم تموم بشه، فارغ التحصیل بشم، برگردم ایران و اونجا برای من پلی کلینیک بزنه، هر چی که میخوام به من بده، و میدونم که این کار رو هم برای من انجام میداد و این رویای زیبایی بود که پدرم برای من میخواست که فوق العاده بود. روزی که و من با این فکر داشتم درس میخوندم، روزی که سیامک به زندگی من وارد شد و من مطمئن شدم که از خداست، نه احساس، نه یک بچه بازی، بلکه واقعا مطمئن شدم که این از خداست و این ازدواج از خداست و بعد همدیگر رو دیدیم از نزدیک و این رو کاملا خدا مهر تایید زد، مجبور شدم که اینجا یک تصمیم بگیرم، آیا برم کشور دیگه، بیام امریکا، جایی که خدا قبلا تو خواب به من نشون داده بود اما من فراموش کرده بودم، یا اون رویای زیبایی که بابام بر من داره. مسلما من مجبور شدم بین این دو راهی قرار گرفتم و مجبور شدم و باید اراده خدا رو انجام میدادم و امروز پدر من خوشحاله. برای من و پدرم یک زمان تلخی یک ساله گذشت و هر وقت با من حرف میزد گریهش میگرفت، اما امروز پدر من یکی از شادیاش سیامکه و به سیامک میگه پسر دومم و یک عشق عجیبی نسبت به اون داره. و من میخوام اینو به شما بگم، ممکنه که الان توی یه سختی هستی، شاید پدرت، شاید مادرت، شاید برادرت، خواهرت یا دوستت چیز رو از تو میخواد که طبق اراده خدا نیست. خدا من میگه باید پدر و مادر خودتون احترام بذارید و اطاعت کنید. زمانی که شما خداوند رو اطاعت میکنید، دل پدر و مادر رو هم به دست خواهی آورد و در صلح و صفا اونها رو در حقیقت به همدیگه، تو با اونها به همدیگه وصل میشید از طریق خدا. و میخوام بهتون بگم که یعنی اراده خدا همیشه برای شما بهترینه و اون میدونه تو واقعا به چی احتیاج داری. اگه خدا رو به انتخاب بکنی، اونجایی قرار میگیری که براش خلق شدی و بهتر از این دیگه چیزی وجود نداره. و میخوام شما رو به دست خدا بسپارم و دعا میکنم که واقعا هر کدوممون هر روزه توی این مسیر رشد بکنیم و ادامه بدیم با خدا، چون میدونیم با خدا بودن در بهترین جا قرار گرفتنه و به رویاهای بی نهایت رسیدنه. آمین. خدا رو شکر. و از شمه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و به دست مسیح میسپاریمتون. خدا نگهدارتون.